نیروهای دولتی عراق هفته گذشته به یک کمپ پناهندگان ایرانی یورش برده، ساختمان‌های آن را با بولدوزر خراب کردند، ساکنان آن را با باتون‌هایی که سر آنها میخ زده شده بود کتک زدند، به آنها تیراندازی کردند، به آنها با تبر حمله کردند و 12 کشته و 400 مجروح به جا گذاشتند. در هفته‌ای که نیروهای انگلیسی از سوی عراق با رسوایی تمام دستور اخراج گرفتند، به یک حادثه بسیار زشت و ننگین که در شمال بغداد در شرف وقوع بود، به طور غیرقابل تصوری توجه کمی معطوف شد. نیروهای دولتی عراق یک حمله وحشیانه را به هزاران شهروند غیر نظامی و بدون سلاح کمپ اشرف، پناهگاه امنی که حدود 23 سال است، متعلق به هزاران پناهجوی ایرانی به نام مجاهدین خلق ایران، بخشی از شورای ملی مقاومت ایران در تبعید است، به اجرا درآوردند. مجاهدین خلق در سال 2003 سلاح‌های خود را که برای دفاع از خود حفظ کرده بودند، در ازای تضمین حفاظت از جانشان به نیروهای آمریکایی تحویل دادند. در سال 2004 حدود 3400 تن از این تبعیدیان به طور فرد فرد از سوی کنوانسیون چهارم ژنو افراد حفاظت شده تلقی شدند. دیلی تلگراف افزود از سال 2006 تا کنون من به طور مرتب گزارش‌های باورنکردنی و شگفت‌آوری از اینکه چگونه انگلستان و اتحادیه اروپا توافق کردند به عنوان استمالت از ملاها سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهند منعکس کردند، ولی سرانجام سال پیش آنها مجبور شدند به دستور دادگاه خودشان مجاهدین را از لیست سازمان‌های ممنوعه خارج کنند، زیرا قادر نبودند هیچ گونه دلیلی برای مشروعیت این اتهامشان به دادگاه ارائه دهند. وقتی که سرانجام در این رویارویی شکست خوردند، در ماه فوریه گذشته رژیم تهران با دولت عراق معامله کرد تا اشرف را ببندند و ساکنان آن را تحویل رژیم ایران بدهند تا در آنجا با زندانی شدن و حتی اعدام روبرو شوند. نیروهای دولتی عراق هفته پیش به این کمپ یورش برده، ساختمان‌های آن را با بولدوزر خراب کردند، ساکنان را آن را با باتون‌هایی که سر آنها میخ زده شده بود کتک زدند، به آنها تیراندازی کردند و به آنها با تبر حمله کردند. به رغم فریاد و فغان پارلمان اروپا و یک گروه از پارلمانترها و لردهای انگلیسی در وستمینستر از تمامی احزاب، حتی یک زوزه اعتراضی هم از سوی وزارت خارجه انگلستان، بروکسل یا واشنگتن علیه نقض فاحش کنوانسیون های ژنو شنیده نشده است.